هموطنهای نازنینم سلام، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین، خوش و خوشحال باشین. خوشی خو کمی از دلای ما کوچ کرده، اما بازم شکر است و خداوند غم دور داشته. سیتا قاسمی هنرمند جوان که از چند مدت بدین طرف به دلیل اخطارهای پیهم یک تعداد افراد و اشخاص خواسته بود از سرودن آهنگ و ساختن کلپ های جدیدش دور باشد، در تازه ترین مورد ترس خود را شکستانده و تصمیم گرفته تا آهنگ جدیدش را به نشر برساند. سیتا قاسمی در تازه ترین ویدیویی که در صفحه خود نشر کرده چنین میگوید: هموطنهای نازنینم سلام، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین، خوش و خوشحال باشین. خوشی خو کمی از دلای ما کوچ کرده، اما بازم شکر است و خداوند غم دور داشته باشه. باز هم خداوند دلای همه ما و شما را پر از خوشی ها بگردانه و دور از غم و دور از غصه. حقیقت موضوع این است که تیم آریانا سعید با ترفنگذاری که دارد سر سازگاری با تعداد زیاد هنرمندان ندارد و به اشکال مختلف تعداد از هنرمندان زن و مرد را وادار کرده تا آهنگ نسرایند و از خود کلپ جدید نشر نکنند. یکی از هنرمندان که مورد اخطارهای پیهم این تیم قرار گرفته بود سیتا قاسمی است که چند مدت قبل برایش گفته شده بود که دیگر نباید مانند گذشته آهنگ بسراید. اما گفته می شود سیتا قاسمی به این اخطارها پشت کرده و خلاف دستور آنها خواسته آهنگ جدیدش را ثبت کند و به نشر بسپارد. این که عواقب این کار سیتا قاسمی در آینده چه خواهد بود در آینده معلوم خواهد شد، اما تعداد دیگر هنرمندان به دستور آریانا لبیک گفته و سرودن آهنگ و پخش و نشر آهنگ هایشان خودداری کرده اند. یک منبع میگوید که اسیب سعید از این هنرمندان ویدیو کلپ هایی دارد که اگر به خواست آریانا سعید لبیک نگویند آن ویدیوهایشان در صفحات مجازی نشر می شود. چند روز قبل غزال عنایت که رقابت شدید با آریانا سعید دارد این روز را طی یک نوشته فاش کرد و در صفحه رسمیش چنین نوشت: دوستان ارجمند، به عنوان یک هنرمند کوچک شما همیشه در کنار شما بودم. در غم و شادی شما همیشه خود را شریک احساس کردم و فکر می کنم هیچ کوتاهی از طرف من در مقابل شما دوستان صورت نگرفته است. امروز با وجود این که خیلی برایم مشکل تمام می شود می خواهم درد دلم را با شما عزیزان در میان بگذارم. تایی چندین سال متواتر است که من با تعداد از هنرمندان زن و مرد در موسیقی افغانستان که توسط خانم آریانا سعید و تیمش که خود را نماینده زنان افغانستان معرفی می کنند تحت اذیت، آزار، دسیسه سازی، توهین و تحقیر و شکنجه روحی قرار گرفته ایم. من هیچگاهی نخواستم به این موضوع اهمیت بدم و پیگیری کنم، اما امروز به اشتباهم پی بردم که چرا هر بار در مقابل دسیسه سازی های این زن و شوهر یعنی اسیب و سعید و آریانا سعید خاموش نشستم. چون هرچی سکوت اختیار کردم دسیسه سازی ها، آزار و اذیت و توهین و تحقیر بیشتر و بیشتر شد. امروز با پست کردن یک عکس از یک کامنت جعلی یک بار دیگر خانم آریانا سعید می خواهد شما هموطنان ما را تحریک کند و شخصیت من را در نظر شما بد جلوه بدهد. به عکس ها دقت کنید و سادگی متوجه می شوید که جعل کردن تصاویر به سادگی امکان پذیر است. همیشه پست های توهین‌آمیزشان را به آدرس من علاقمندان و فالوورز های صفحه‌ام برایم ارسال می کنند. این تنها توهین کردن در متن است، ولی ویدیوهایی دارم که آریانا سعید با چهره خودش در ویدیو برایم توهین کرده و تمسخر می کند. فقط با یک سوال این متن را خاتمه می دهم. اگر شما در جایگاه من قرار می داشتید و به شکل متواتر تحت شکنجه روحی از طرف یک گروه مافیایی با دشنام دادن با کامنت های تحقیرآمیز و پیام های پر از دشنام با ویدیوهای کنایه آمیز قرار می گرفتید چه کار می کردید؟ عده دیگر از مردم میگویند که این هنرمندان به دلیل اینکه رقابت با آریانا سعید کردن نمی توانند برای آریانا سعید توطئه سازی می کنند. به هر صورت نظر و دیدگاه شما بیننده گرامی پیرامون این مسئله چیست؟ نظرتان را با ما در کامنت شریک بسازید.